کسب اجازه از شما و همکاران عزیز. بیماری که میخواییم بگیم با درد شکم اومده بود. یک دختر بچه 8 سال و 7 ماهه بود که از 3 شب قبل دچار درد صدای بندر داره. دوستان لطفاً گوش کنن، می‌خوایم در واقع تعاملی باشه و تیکه تیکه از بچه‌ها سوال بپرسیم. همه اونایی که حداقل آنلاینن لطفاً حواسشون اینجا باشه. ممنون. ادامه بدین. آید بیمار با درد آمریکا از کنال نبود و به جایی کشید، بعد به جایی رادیشن نداشت و جایی که هستیم فکر کنم نتش خیلی خوب نیستش. آقای دکتر اگه میتونین یه تغییر جا بدین، صداتون قطع و وصل میشه. بچه‌ها هم همینو میگن. الان نمیدونم پشت کامپیوتر هستین یا با موبایلین. من هم با کامپیوتر هستم. خب شاید همزمان دوتایی با هم میری جلو اینجوری شده، چون دوتا کنار هم دست موبایل. میخواید من موبایل رو قطع میکنم با کامپیوتر فقط وصل میشه؟ آره همین کار. سلام، صدام بهتر شد؟ آقای دکتر اگه هندزفری داریم با هندزفری استفاده بکنی یا هدفون. صداتون قطع و وصل نداره ظاهرا، ولی یه مقدار پایینه. اگه ممکنه بلندتر صحبت کنی. الان صدام خوبه استاد؟ بله عالیه، بفهم. خیلی عذر میخوام. بیماری که میخواییم معرفی کنیم یک دختر بچه 8 سال و 7 ماه هست که از 3 شب قبل مراجعه کرده بود به اورژانس. دردش به صورت آمبریکال بود، ماهیت آن و آف داشت و پوزیشنال نبود، رادیشن نداشت، مهاجرت نکرده بود دردش از جایی به جایی. از علائم همراهش دو نوبت استفراغ غیر خونی و غیر صفراوی داشت، کاهش اشتها داشت، با خوردن غذا تغییر در درد ایجاد نمی شد، سابقه تروما به سر و شکم، اسهال، یبوست، تنگی نفس، علائم ادراری رو نمی داد، کاهش وزن، اینا رو من تو اسلاید اضافه نکردم، کاهش وزن ذکر نمی کرد و چون مریض رفته بود ما نتونستیم قد و وزنش رو صدک بیاریم، ولی یه بچه نرمالی بود در ظاهر و از کاهش وزن هم شکایتی نداشت. آخرین دفعه مدفوعش هم صبح روز مراجعش بود. توی پس مدیکال هیستوریش فرزند 3 از 3 بود، ترم بود، حاصل سی سیکشن بود به علت ریپیتش، بدون سابقه بیماری و بدون سابقه زردی و کلان سابقه بستری در بیمارستان رو به ما شرحال نمیداد. تو دراک هیستوریش میگفت که استامینوفن خورده برای همین و تو آلرژی هیستوریش هم یه بادام زمینی رو ذکر میکرد و آلرژی فصلی که میگفت فقط پوستم دچار التهاب میشه و خارش پیدا میکنم. تو فامیلیال هیستوریش یه دیابت نوع 1 در عموش داشت و کمکاری تیروئید در مادر. سراغ فیزیکال اگزمش که بریم، بیمار هوشیار بود، اورینته بود، همکاری داشت، ایل بود، توکسیک نبود، وایتال ساینش هم پالس ریت 125 تا داشت، بلاد پرشر 160، یه تی 37.2 داشت، اوتو سچوریشن 95%
پوستش پیلویکتریک نبود، راش نداشت، مشکل نداشت، مرمور و قرینه و مید سایز بود. قلبش هم توی سوفلش اسیکو استوش سم شد بدون سوفل، ببخشید. ریش کلیر بود، نبضهاش هر چهار اندام پر و قرینه بود. اندامش هم ادم سیانوز کلابینگ نداشت، شکمش نرم بود، تندرنس جنرالیزه داشت، ریبان نداشت و گاردینگ ارادی داشت. وقتی مثلا باش صحبت میکردیم حواسش رو پرت میکردیم، گاردینگش رفت میشد. استاد بریم سراغ تشخیص افتراقی یا نکاتی از آقای دکتر اجازه بدید در حال دوستان هست من اضافه کنم. خب پرابلم بیستتون رو بگین اول. صدای بنده رو دارین آقای دکتر؟ صدای من میاد بچه ها؟ من الان صدایتون دارم ولی قطع و وصل شد در حینش. خب فکر کنم خیلی نت شما خوب نیست آقای دکتر. پرابلم لیستتون اول بفرمایید. پرابلم لیست یه بچه حدوداً 8 ساله بود که با درد ناگهانی شکم که به صورت آف و آن از 3 روز قبل بدون پس مدیکال خاصی شروع شده بود، اومده بود اورژانس. پسر چند ساله بود؟ حدوداً 8 ساله، 7 سال و... خب پسر 7 ساله با درد شکم، درسته؟ بله استاد. درد شکمش فرمودین کجاش بود؟ جنرالیزه بود؟ بیشتر خودش پریامبریکال نشون میداد و حالا دور بیشتر سمت حالا یک کم راست، ولی خود ناف رو بیشتر نشون میداد و به صورت جنرالیزه ذکر میکرد. علائم همراه ومیت داشتش دو نوبت که غیر خونی و غیر صفراوی بودش. دیگه همین دیگه، تبی، سرفه ای، حالا علائم ادراری اینا هم نداشت، درسته؟ نه علائم ادراری نداشت. تب 37.2 هم نرمال بود، یعنی تبدار نبود مریض. عملا فقط یه درد شکم پریامبلیکال داشته، یه تب و استفراغ داشته دو نوبت، و توی معاینش هم اینو باید ذکر کنین دیگه، نکته مثبت معاینه رو حتما باید بگین که شکمش تندرنس جنرالیزه داشت، درسته؟ و گاردینگ بله که ریبان نداشت. بله گاردینگ ارادی. خب بچه ها شروع کنن دونه دونه. خانم دکتر شیرازدی، چه تشخیص هایی به نظرتون برای این بیمار مطرح میشه با توجه به این پرابلم لیست؟ خانم دکتر شیرازدی های صدای منو دارین؟ لطفا میکروفونتون رو روشن کنین. خانم دکتر شیرازی صدای بندر نداریم؟ میکروفونشون فکر کنم روشن کردم. خب ظاهرا اورژانس هستن، آپاندیسیت رو مطرح کردن. خب دیگه به جز آپاندیسیت چی چه تشخیص های مطرح میشه آقای دکتر علی؟ نمیتونم فامیلیشون رو درست بخونم، علی فاکه یا هم چیزی. صدای بنده رو دارین آقای دکتر علی فاکه؟ سلام صدای من دارین؟ بله بله خوب هستن آقای دکتر، ممنون مرسی. اصلا میتونه پانکریاتیت باشه با توجه بله. به دردشو که ناهی پریامبلیکال بوده. میتونه هم فقط اسهال داشت یا نداشت مریضا؟ اسهال نداشته، فقط دو نوبت تهوع داشت. احتمال هم ریفلاکس داشت، ریفلاکس داره. خب آقای دکتر ریفلاکس درد شکم پریامبلیکال نمیده، بیشتر درد اپیگاست ممکنه بده، علائم ریگورجیتیشن ممکنه داشته باشه بچه، سوزش سر دل، هارت برن و حالا سابقه هم داشته باشه دیگه، ولی اینکه حالا به صورت اکوت بچه اومده احتمالاً حالا یه چیز دیگه است.
در خصوص پانکراتیت هم بله میتونه در واقع درد دور ناف بده، ولی باز هم بیشتر در واقع دردهای اپیگاست رو داریم که تیر کشنده به پشت هست و حالا میتونه همراهی با تنوع استفراغ هم داشته باشه. خیلی در واقع از این کیس قابل افتراق نیست. خوبه که بهش فکر کنیم همونجوری که فهمیدیم. دیگه تشخیص دیگه مد نظرتون نیست؟ فعلا که الان ذهنم نیست، همون پانکراتیت که من گفتم. خب خانم دکتر رامینا میرشاهی، شما چه تشخیصی به نظرتون مطرح میشه؟ خانم دکتر قیاسفند آی بی اس رو مطرح کردن. حالا ترم آی بی اس رو بچه خیلی توی اطفال نداریم، بیشتر دردهای فانکشنال هستش که درد فانکشنال هم میتونه مطرح باشه، موافقم باهاش، ولی خب تندرنس جنرالیز توی در واقع معاینش و حالا تنوع استفراغ‌ها رو خیلی نمیتونه توجیه بکنه، مگه اینکه حالا بگیم هم فانکشنال ابدامینال پین داره، هم مثلا بچه هیستوری از سایکلیک وامیتینگ بده و حالا مثلا یه عامل استرسوری وجود داشته باشه و چیزی باشه که قبلا هم تکرار شده، یعنی تو پس مدیکالش وجود داشته حالا دوباره اتفاق افتاده، ولی خب معاینش رو در اصل توجیه نمیکنه. کولسیستایتیس هم باز میتونه مطرح باشه، بله از تشخیصایی هستش که باز باید بهش فکر کنیم. اینها حالا خود کولسیستیت بیشتر میتونه دردهای رایت آپر کوادرانت بده، این بیشتر دردش پری آمبلیکال بوده، ولی خب کلا بچا مسائل شکم هارت رو بعد مد نظر داشته باشیم. آفرین خانم دکتر مرادی، اینترن خودمونن دیگه رو مطرح کردم، بسیار عالی، تشخیص خیلی مهمی هستش. هر بچه‌ای که میاد بچه با درد شکم و تنوع استفراغ، خصوصا اگه همراهش دیسترس تنفسی، تنفس‌های اسیدوتیک و سابقه پرنوشی پرادراری داشته باشیم، حتما باید به دیکی فکر بکنیم. بنابراین بی اسکولوکومتری استات در واقع از جزء حالا آزمایشات رو هنوز آقای دکتر نگفتن، جزء اولین آزمایشاتی که حتما باید هر بچه با درد شکم و تنوع استفراغ اومد مد نظر داشته باشه. انسداد پارشال رو مطرح کردن، کلا مسائل شکم هاد بذاریم توی یک دسته بچه، شامل آپندیسایتیس هست، کولسیستایتیس هست، پانکریاتایتیس هست، حالا لیمفادنایتیس مزانتر، مزنتریک لیمفادنایتیس که بچه حالا مطرح نکردن، اینها هم در واقع میتونه مطرح باشه. بولبولوس رو مطرح کردن، بولبولوس معمولا تو زمینه مالروتیشن اتفاق میفته، بله میتونه مثلا یه هیستوری بده، بچه که مرتب به صورت در واقع هر از گاهی دچار دردهای شکم میشه، خودش خوب میشه، یا اینکه مثلا استفراغ‌های مثلا مزمن داره، اینجور شرایط حالا هم میتونه مالروتیشن رو مطرح بکنه که به دنبالش میتونه یه حادثه به عنوان در واقع بولبولوس اتفاق بیفته و به خاطر در واقع اون حادثه ایسکمیکی که توی عروق اتفاق میفته ما شکمه هات رو داشته باشیم. آنوریسم آورت ابدومینال اگه منظورتونه که توی حالا بزرگ سال بیشتر میبینیم، حالا واقعیت چون خیلی تو بچه ها نمیبینیم من دیگه تقریبا یادم رفته، ولی چیزی که هست اینه که ما همیشه لمس میکردیم ببینیم آیا در واقع یه توده پالپبل یا پالساتایلی وجود داره توی شکم یا نه. دیگه از تشخیصهای بچه شایع تر دیکه یا خیلی خوب گفتن خانم دکتر، آفرین، گاستروانتریت. بچه شروع گاستروانتریت در واقع ما ممکنه تنوع استفراغ داشته باشیم، هنوز اسهال خودش رو بروز نداده باشه، پس یه تشخیص خیلی شایع که میتونیم بهش فکر کنیم شروع در واقع یه گاستروانتریت که هنوز اسهالش رو نشون نداده. تورشن هم میتونه مطرح باشه، کلا مسائل ناحیه اینگوینال و ناحیه تناسلی رو آفرین حتما باید دقت کنیم، یعنی یه معاینه باید از اون لحاظ انجام بدیم، چون هر گونه مسائل تورشن و یا هرنی هایی که اینکارسریتد باشه با توجه به در واقع انسدادی که توی روده ها ایجاد میکنه میتونه حالا علائم ابستراکشن بده. بسیار عالی، آفرین بچه، تشخیص های شایع تر رو اول مد نظر قرار بدیم. یه بچه با درد شکم و تنوع استفراغ، تصور کنید که توی کلینیک میاد و شما اول از همه به چی فکر میکنید؟ تشخیصهای شایع، UTI تشخیص خیلی خوبی هستش، بسیار شایع دیده میشه. UTI حالا دو حالت داره، توی بچه ها خیلی ما نمیتونیم سیستایتیس از پایلونفرایتیس افتراق بدیم، ولی خب معمولا پایلونفرایتیس تبهای بالا دارن، تبه های استفراق دارن، بچه بدحالتر هستش. توی سیستایتیس حالا یه مقدار بچه خوشحالتره، علامش بیشتر در حد دیزوری فریکونسی هستش، ولی خب دقت کنیم وقتی که درد شکم وجود داره، درد فلنک وجود داره، بیشتر میریم به سمت پایلونفرایتیس. ممکنه سی بی ای تندرنس رو ببینیم توی پایلونفرایتیس، از اون ور توی حالا سیستایتیس ممکنه یه سوپراپوبیک پین داشته باشه و ممکن هم هست اصلا در واقع نتونیم افتراق بدیم، یه درد خیلی مبهم به صورت همینجوری جنرالیزه یا پری آمبلیکال وجود داشته باشه توی پایلونفرایتیس. من یوتی آی هم تشخیص بسیار خوبیه با توجه به تنوع استفراغی که داره و حالا اون تندرنسی که داره، حتما باید مد نظر داشته باشیم. دیگه چی بچه ها؟ تشخیص های شایع رو بگیم.
دیکیه، گاسترواینتریت، UTI، آپاندیسیت و کلن در واقع مسئله شکمه هات. مزنتریک لیمف ادنایتیس هم که خودم بهتون گفتم. آدنیت مزانش در واقع. پیودی حالا بچه ما دختر نیستش خان دوتو. آها پپتیک آلسر دیزیز منظورت فکرم پی آی دی رو میگی. پپتیک آلسر دیزیز هم آره خوبه، ولی خب باز میگم که بچه ها خیلی شایع نمیبینیم، بیشتر اونم با دردهای اپیگاست ممکنه باشه، حالا خونریزی های گوارشی ممکنه داشته باشه، هیستوری مصرف حالا انسید یا مثلا حالا تو سنین بالاتر سیگار و الکل و اینجور چیزا که در واقع ما رو ببره به سمت حالا یا سابقه هلیکوباکتر پیلوری، هر چیزی که ما رو ببره به سمت گاسترایتیسی که وجود داشته و احیانا پپتیک آلسر دیزیز داده یا بیماری های زمینه. ولی خب بازم توی بچه ها شایع نمیبین. هرنی و مسئله تورشن هم که گفته شد دیگه، آره تشخیص خوبیه، باید حتما معاینه ناحیه ژنیتال و در واقع اینگوینال بشه به لحاظ اینکه جفتش میتونه انسداد بده. ایسکمی مزانش هم باز توی بچه ها خیلی شایع نمیبینیم، اینا دردهای شکمی دارن که بیشتر به دنبال غذا خوردنه. حالا درد شکم که آقای دکتر گفتن خاطرم نیست، اینو اشاره نکردم، فکر می‌کنم گفتن که حالا ارتباطی با غذا خوردن اینا نداشته، ماهیت کودکی داشته. ایسکمی مزانش معمولا به دنبال غذا خوردن اتفاق میفته و حالا یه چیزی تکرار شونده است. دیگه چی بچه جز تشخیص‌های شایع درد شکم توی بچه‌ها چیه؟ عفونت‌های دیگه نمیتونه درد شکم بده؟ اینواژینیشن هم تشخیص خوبی، حالا سنش شکم بالاه ولی خب اون تظاهرات خاص خودش رو داره، بیقراری های خیلی شدید آن و آف ممکنه داشته باشه، دفع مدفوع های کارنجلی ممکنه داشته باشه و حالا مسئله انسدادی و اینها. آفرین بچه، تشخیص های شایع فارینجایتیس، اوتایتیس، هر گونه عفونت بکتریال و وایرالی توی بچه ها میتونه درد شکم بده. برای تشخیص های شایع سینوزایتیس، فارینجایتیس، اوتایتیس. حالا چه جور فارنجیتی میتونه درد شکم بده؟ کدوم نوعش بیشتر میده؟ کدوم نوعش کمتر میده؟ بچه هر کی مایله میکروفونش رو روشن کنه که صدای دوستانم بشنویم خوشحال میشه. استرپتوکوکی. خب خیلی عالی. بچه حتما فارنجیت استرپتوکوکی رو باید تو این بچه، حالا کلا هر بچه که با درد شکم میاد و تبع استفراغ مد نظر قرار بدیم. بارها خودم دیدم که مریضی اطفال خوابیده توی در واقع بخش اورژانس تحت عنوان آپاندیسیت و کاملا درد شکم بی اشتهایی تب تهوع استفراغ، هیچ کی در واقع گلوشو معاینه نکرده. بس معاینه گوش و گلو تو بچه‌ها خیلی حیاتیه، بخاطر اینکه خیلی تشخیصا رو در واقع ما میتونیم باش رول اوت بکنیم یا باش در واقع نت تشخیص بدیم. بنابراین حتما باید گلوی بچه به لحاظ اگزودا پی ان دی معاینه بشه و خود فارنجیت استرپتوکوکی با توجه به اینکه کاف، کورایزا و کانجانکتیوایتیس نمیده، میتونه فقط با یه درد شکم خودش رو بروز بده. خیلی از اوقات هم بچه شکایتی از گلو درد نداره. پس فارنجیت خیلی تشخیص خوبی، آفرین، میتونه به خاطر استرپتوکوک باشه و همه انواع فارنجیت، حتی مثلا فارنجیت هایی که ناشی از ای بی وی میتونه درد شکم بده، حتی ممکنه اسپلنومگالی و هپاتومگالی که میده اصلا باعث درد شکم بشه. علاوه بر اون بچه‌ها این روزها حتما فکر کووید باشین. درد شکم از علائم خیلی شایع خود کووید میتونه باشه، مخصوصا اگه بچه تظاهرات جی آی داشته باشه، حالا اون تشخیص ام آی اس سی رو باید مد نظر داشته باشین. خب خان دکتر یا ببخشید آقای دکتر میپرسن که نباید مریض با درد شکم اسهال هم داشته باشه. خب همین دیگه، دارم همین رو میگم. اولش گفتیم ممکنه شروع گاسترواینتریت باشه. بچه از اول که کتاب خونده نمیاد بگه من تب و اسهال و استفراغ دارم و مثلا این آزمایشم و این همه چی تکیه. اینا رو ما باید مد نظر داشته باشیم. مریض رو باید فالو کنیم، اگه اسهال شروع شد چرا میریم به سمت گاسترواینتریتیس. ولی ممکنه اسهالش هم شروع نشه، یه عفونتی اصلا مسمومیت باشه. مسمومیت رو نگفتیم، ممکنه مثلا مسمومیت غذایی همین تب و استفراغ و تب رو بده. پس یه هیستوری میگیریم از مریضمون، آیا مثلا غذای بیرون خورده یا نه، مسافرت اخیر داشته یا نه. به عنوان مثال مثلا هپاتیت آ همین الان به ذهنم رسید، اینو بعد مد نظر داشته باشیم. اگه بچه زردی داشته باشه، مصرف آب آلوده داشته باشه، اینم مثلا میتونه در واقع جزء تشخیص مطرح باشه. ابدومینال میگرین خب درسته و میتونه در واقع درد شکم هر از گاهی بده، مثل در واقع فانکشنال ابدومینال پین محسوب میشه، ولی خب دیگه بچه تندرنس جنرالیزه که نمیده. در خصوص درد شکم میدن یا اسهالی که آقای دکتر یادگار پرسیدن، نمیدونم در مورد چی پرسیدن. فارنجیت استرپتوکوکی رو پرسیدن. فارنجیت استرپتوکوکی بیشتر همون درد شکم و تب و استفراغ ممکنه بده، ولی اسهال هم به صورت شایع ما در واقع با عفونت های آپر میبینیم، یعنی با فارنجیت ها و سینوزیت ها و اوتیت مخصوصا بسیار ممکنه اسهال هم دیده بشه. ولی خب فارنجیت استرپتوکوکی بیشتر بحث همون درد شکم و استفراغش هست.
بعد حالا آقای دکتری که معرفی کردم، آقای دکتر تقدس صدای بنده رو داریم؟ من در خدمتم استاد. بله استاد، میگم شرمنده گفتم به استاد. میگم که گلو گوشش رو معاینه کردین آقای دکتر؟ بله استاد، معاینه کردیم و کامل نرمال بود، حتی در حد مایلد هم مشکل نداشت. لیتم هم حتی نداشت. بسیار حالا داشتم همین بحث کووید رو میگفتم، حتما ایندکس کیس کووید رو توی هر بچه‌ای که با هر علامتی از عفونت میاد، اصلا هر چیزی، با سرگیجه میاد، با آپاندیسیت میاد، با پانکراتیت میاد، با هر چیزی که میاد، الان میدونی که در واقع تشخیص افتراقی خود آپاندیسیت و پانکراتیت هم در واقع میتونن ناشی از کووید 19 باشن. هیستوری ازشون گرفتین که ببینین ایندکس کیس مثبت، ایندکس هم بچه‌ها میگیرین نپرسین کرونا داشتن یا نه، اینا میگن نه ما نداشتیم و اینا انکار میکنن. حتما بپرسین سرماخوردگی، چون اینا مثلا کرونا رو میگن، حالا چون علائم سرماخوردگی داره ممکنه به عنوان سرماخوردگی گرفته باشن، تمام شده باشه، رفته باشه. قشنگ یه ماه اخیر رو بپرسین تماس با بیماری که سرماخوردگی داشته، مشکوک بوده، یا اینکه مثلا اسهال استفراغ داشته یا هر عفونتی داشته، مثلا تماسی داشته یا نه، و مسافرت هم حتما بپرسین ازشون، چون اینا همه کمک میکنه که ببینیم حالا شاید مثلا ناشی از عفونت کووید 19 باشه یا حالا H1N1، عفونت های وایرال کلا، مثل انترو ویروس ها، آدنو ویروس ها، اینا خیلی علائم جنرالیز نمیدن. و بحث MIST رو هم که حتما مد نظر داشته باشین، که MIST در واقع مالتی سیستم اینفلاماتوری سیندروم این چیلدرن هستش که عارضه کووید 19 سندروم شف کاوازاکیه، حالا با علائم خاص خودش بروز میکنه، که در واقع بیشتر درگیری ارگان هایی رو داریم که شامل مثلا کانجنکتیوایتیس ممکنه باشه، تظاهرات پوستی مخاطی ممکنه داشته باشه، درگیری جی آی، درگیری قلبی و حالا درگیری ارگان هایی مثل کبد و کلیه و اختلالات خونریزی دهنده رو ممکنه داشته باشه. متو MIST در واقع تعریف WHO کرایتریاش این هستش که بیشتر از 3 روز در واقع تب بالا داره بچه، بعد درگیری حداقل 2 تا از این ارگان هایی که گفتم رو داره و افزایش اینفلاماتوری مارکرها و یه سابقه ای از تماس با در واقع کووید 19 یا PCR مثبت یا آنتیبادی مثبت و کلا یه هیستوری از در واقع کووید 19 میده. بنابراین چون که از تظاهرات بسیار شایع MIST درگیری جی آی هستش، حتما شرح حال کووید رو هم به لحاظ اینکه خود اکوت اینفکشن کووید باشه، هم به لحاظ اینکه MIST عارضه در واقع کووید باشه، از بچه بهتر سوال بکنیم. خب آقای دکتر، حالا چه اقداماتی براش انجام دادیم؟ خانم دکتر، یکی از اینترنا میخوام بزن مرادی بودم فکر کنم، گفتن که بی اسش رو باید چک کنیم به لحاظ دیکی، بی اسش خوب بود؟ بله استاد، من اینم اضافه کنم که مریض یه شرح حال حالا توی ایندکس کیسش، پدرشون گفتن مثلا اواخر شهریور دچار دل درد 2-3 روزه شدن که خوب شد، ولی علائم سرماخوردگی اینا تو خانواده ذکر نمی‌کردن کلا. توی آزمایشاشون هم اگه بخوایم اضافه کنیم، حالا من تشخیص افتراقی رو دیگه دوستان کامل گفتن، من اینم تشخیص افتراقی رو رد میشم. اقداماتی که ما براشون انجام دادیم، یه سری آزمایش خواستیم و سونوگرافی. توی آزمایشاشون وایت بی سی 17700 داشتن، هموگلوبین 11.3، پلاکت 356، بی اس 122 که بی اسشون هم ناشتا نبودن، مثلا 2-3 ساعت قبلش چیزی خورده بودن. بعد بی او ان 14، کرات 14 هم، سدیم 141، پتاسیم 4.6، ای اس آر 11، سی آر پی 6، آنزیم کبدی ها شد، حالا من نمیدونم برای چی خواسته بودن ولی اونم نرمال بود، یو ایش نرمال بود، توی وایتش هم 83% نوتر بود، 9% لنف و 7% موناس. خب آقای دکتر، با آزمایشش در واقع میتونی تشخیص خاصی رو رول اوت بکنی یا اینکه بهش فکر بکنی بیشتر؟ استاد، همینطور که دوستان فرمودن، دیکی هم که یکی از تشخیصهای خوبیه، چون عموی بیمارم سابقه دیابت داشت، ما به اون شک کردیم، اینو تقریبا برای ما گذاشت کنار که بیاسش حداقل خوب بود و به دیکی فکر نکردیم دیگه. چی رو تو ماینش هم من ماینه کردم، سی وی ای تندرنس و اینا نداشت اصلا مریض. خب پس یو ایش هم نورده به علتهای مثلا بله، یو ایش هم نورده. پس پایلونفرایتیس و بحث یو تی آی رو هم میتونیم
بله درسته. بعد سونوگرافی هم براش خواستیم، اگه خواست منم سونوگرافیشو گذاشتم اگه لازمه بزنم. یه دقیقه سمت آزمایشات صحبت کنیم با LFT، حالا چه چیزایی رو میتونیم رد بکنیم؟ مثلا نمیدونم استاد، چون مریض ایکتریک نبود، من خودم خیلی به مشکلات طالب ارگان و مگالی و مثلا مشکلات کبدی اینا خیلی فکر نمی‌کردم، چون شرح حالش نمی‌خورد خیلی، ولی حالا اینکه چه بیماریایی میتونه باشه رد بشه رو راستش نمیدونم. خب بچه‌ها حالا نظراتشون رو بدن توی چت. بسیار عالی. خب الان الفتی رو فقط به خاطر اون چیزی که گفتین که در واقع بیماری کولستاتیکه که دیگه بچه رو زرد میکنه، خود در واقع با الفتی میتونیم همین بحث هپاتیتا رو رد بکنیم. خیلی از عفونت‌های مثل در واقع خود کووید، مثل ای بی بی، مثلا آنفولانزا و یه سری ویروسایی که میتونن در واقع الفتی رو بالا ببرن هم میتونیم در واقع رد بکنیم دیگه. حالا زنی که اگه مسئله حالا هپاتیتی باشه یا کولسیستیتی باشه که الفتی رو هم تحت تاثیر قرار داده باشه، یا حالا اینکه یه کیس که در واقع بهش نمیخورد ولی خود حالا کاواساکی و خود بحث امایسی هم میتونن در واقع الفتی رو مختل کنن. و حالا یکم بحث سپسیس هستش و حالا هر چیزی که بچه رو به صورت اکیوت خیلی در واقع تحت تاثیر قرار بده میتونه الفتی ما رو بالا ببره. حالا با توجه به الکترولیتاش که نرمال بود، خانم دکتر میگن که با توجه به لوکوسیتوز و لنفوپنی نمیشه به کووید شک داشت. لنفوپنی که نیستش خانم دکتر، لنفش 9% 17000 میشه 1700. لنفوپنی تعریفش توی اطفال زیر 1 سال تا 3000، کاتافمون 1 سال تا 5 سال 2000 و بالای 5 سال مثل بالغین در نظر میگیرین. حالا بالغین یکم مثلا متفاوت رنج ها، یه سری ها 1100 رو میگن، 1200 رو میگن، 1500 رو میگن، ولی چون عملا سی بی سی توی بچه ها خیلی مختل نمیشه، 17% یا حدودا 14%، این دوتا عدد یکیش در واقع درصد لنفوپنیه تو بچه ها تو کووید، یکیش درصد لوکوپنیه، یعنی کلا زیر 20% ممکنه لنفوپنی یا لوکوپنی ببینیم. حالا اینکه در واقع لنفوپنی اصلا نداره و کلا حالا زیر 1500 رو برای این سه ما لنفوپنی در نظر میگیریم. لوکوسیتوزش هم خب در واقع کووید 19 رو اصلا در واقع روش چیز نمیکنه، تاکید نمیکنه و بیشتر ردش میکنه. لوکوسیتوزش و اون شیفته به چپی که داره، اون نوتروفیل 83%، چه تشخیصایی رو مطرح میکنه آقای دکتر تو این بیمار؟ دکتر تقدس استاد، توی این بیمار شاید مثلا بیشتر کمک کنه که ما رول اوت کنیم مثلا مسائل همین چیزی که فرمودین، ولی بیشتر من شک میکنم مثلا به مسائل باکتریالی، حالا مثلا چیزایی که خیلی به وایت بی سی ربط نداره مثل مثلا لنفوسیت و چیز آپاندیسیت و اینا رو بیشتر شک میکنم. درسته. بله آپاندیسیت پس خیلی مطرح میشه با توجه به پی ام ان بالای 7500 و وایت بی سی بالای 10000 که داره، اینا میتونن قویا مطرح کننده آپاندیسیت باشن. ولی همونطور که یکی از همکار خوبمون هم اشاره کردن، عفونت باکتریال هم باید مد نظرمون باشه با توجه به این لوکوسیتوز و شیفته به چپ. البته اون ESR CRP پایینی که داره باز یه ذره عفونت باکتریال رو میبره زیر سوال و اینکه معایناتی که شما انجام دادین خوب بود و عملاً سورسی از تب نداشتیم. یه چیزی که یادم رفت بگم و حالا نمیدونم توی معایناتتون اشاره کردین یا نه، بحث ردور رو هم حتما حواستون باشه. خود درد شکم از عفونت‌هایی که در واقع میتونه ایجادش کنه همه رو اسم بردیم. خود مننژیت هم در واقع ممکنه درد شکم توش ببینیم. علاوه بر این چون بچه ما تب و استفراغ داشته، حالا تب که خیلی نداشته، ولی حتما بحث ردور رو هم حواستون باشه. یه چیز دیگه هم نمونی‌های لوای تحتانیه، اینا هم حواستون باشه بچه‌ها میتونن با درد شکم خودشون رو نشون بدن. بعد من یه معاینه از سر تا پا از ردور و گوش و گلو و لنفادنوپاتی‌ها و بحث سم قلب، ریه، علائم حیاتی دقیق و حالا معاینه شکم هم که مبسوط انجام دادیم و معاینه ژنیتال برای هر بچه که با تب درد شکم و تب و استفراغ میاد ضروریه. پرسیدن که برای تشخیص کووید هر مریض لنفوپنی داره؟ متوجه نشدم. گفتم دیگه درصد لنفوپنی توی بچه‌ها و لوکوپنی توی آخرین چیزی که من تو آپ تو دیت دیدم یکیش 14% بود، یکیش 17%. دقیقاً یادم نیست کدوم به کدوم بود، ولی جفتشون زیر 20%. سی بی سی اکثر بچه‌ها نرماله با کووید، اصلا تعیین کننده نیست. خب پس با تجربه که این که ما توی معاینه‌مون ریه رو کلیر سم می‌کنیم،
میتونیم بگیم دیگه مشکلات لوب تحتانی ریه وجود نداره یا بازم نمیتونیم؟ آقای دکتر توی این سن سوال خوبی کردی. ببین توی این سن شما بچه رو کاملا میتونی بشونی یا به حالت ایستاده از بالا تا پایین ریه رو سم بکنی. خیلی از اوقات با یه معاینه ساده ممکنه متوجه کاهش صدا توی یکی از لوبای تحتانی بشی یه طرف ریه، ولی توی این سن بله با معاینه کاملا، چون مریض با همکاری میکنه و اینکه بالا تا پایین رو قشنگ میتونی سم بکنی. ولی خب توی سنین خیلی کوچیک که مثلا میان یا شک داریم یا هر چیزی، حالا میتونیم در واقع چست ایکس ری هم بگیریم، نه که حالا روتین هر بچه اومد با این علائم میخوایم چست بگیریم، ولی اگه تبی وجود داشته باشه، هر چیز مشکوکی وجود داشته باشه، میتونیم چست رو بگیریم، چون تو بچه کوچیکتر هم سم ریه با دقت سخت‌تره، حالا به لحاظ بیقراری و ایناشون هم که حالا خیلی نمیشه در واقع کل لوبا رو چست کرد، ولی تو این بچه ها قشنگ میتونی شما بشونینشون و از بالا تا پایین مثل بزرگسال دقیقاً چست کنی. حالا چون ESRCRPش نرماله بچه ها و بحث لوکوسیتوز و شیفته به چپ و داره، پس تشخیص حالا آپاندیسیت فعلا و بحث شکمه ها بیشتر از عفونت های بکتریال برای اون مطرح میشه، چون UTI رو که عملا رد کردیم، بحث حالا دیکی و اینام که نبود. فقط یه چیزی حواستون باشه بچه، خود استفراغ میتونه شیفته به چپ و لوکوسیتوز هم بده. بنابراین اینجوری نیستش که هر بچه با وایت بی سی بالای 10000 و پی ام ان بالای 7500 ما بگیم نه دیگه این با یه درد شکم آپاندیسیته. خود حالا یه تبع استفراغ میتونه اون استرس که ایجاد میکنه یا حتی مثلا بچه که تشنج میکنه ما ممکنه لوکوسیتوز رو ببینیم. حالا توی تکرار سی بی سی بیشتر میتونیم به این نشه برسیم که این در واقع به خاطر حالا اون تبع استفراغی بوده یا یه تشخیص آندرلاینگی براش مطرح. خب آقای دکتر ادامه بدین سونوگرافیش رو. چش آزمایشش که دیدیم بریم سراغ سونوگرافیش. توی سونوگرافیش یه تیپ آپاندیسی به صورت نان کامپرژنال با دیامتر عرضی 7 میلیمتر دیده بودن که گفتن مطرح کننده آپاندیسیت میتونه باشه. بعد با شرایط بالینی مریض هماهنگ کنید و سایر چیزاش هم نرمال بود، کلی و کلا چیزای دیگه‌ش هم چیز نکته خاصی یه. با توجه به این ما اپروچ آپاندیسیتو برای مریض در نظر گرفتیم. حالا اگه اجازه است مطرحش کنم. بفهم آیدکس ادامه بدیم. ما رفتیم سراغ آلبردو که دیدیم حالا بیماری تب کوچولویی داره، بی اشتها بود، تهوع داشت، تهوع استفراغ داشت، توی معاینه بالینش هم تندرنس داشت. حالا تندرنسش هم ما اینطوری هم حتی چیز کردیم، گفتیم اگه میتونی لیلی برو، لیلی رفت گفتش که شکم هم درد گرفت، توی تندرنسش هم حالا واضحا درد داشت. بعد دیگه در حال مهاجرت نداشت. معیار آزمایشگاهیش هم لوکوسیتوز و پی ام انش هم که حالا هر کدوم نمره یک میگیره، برای همین چون بیشتر از 4 شد ما دیگه مشاوره جراحی خواستیم براش و حالا خیلی بیشتر براش آپاندیسیت مطرح شد. خب صدای بنده رو داریم؟ بله استاد. خب حالا آیدوزو چون بحث اسکورینگ رو مطرح کردی یکم روی قضیه مانوف بدیم. طبی که منظوره طب در واقع بالای چقدر؟ اگه اشتباه نکنم 38 استاد. بله دقیقا تب بالای 38 درجه، یعنی مساوی 38 هم نذاشته، تب بالای 38 درجه منظور هستش. البته آپاندیسیت معمولا بشه تبای لو گرید میده، ولی خب لو گرید توی بچه ها در واقع تعریفش همون زیر 38 و نیمه، بنابراین همون تب 38 تا 38 و نیم به صورت شایعه میبینیم. اگه تبای بالاتر ببینیم ممکنه بحث پرفوریشن و پریتونایتیس و در واقع اینا هم برش مطرح باشه. خب بی اشتهایی چی؟ چجوریه توی بچه ها؟ یعنی مثلا چجوری بفهمیم که بچه همون بی اشتها شده؟ مامانش میگفت هم عدم تحمل پیو داشته، چند روز مثلا این یکی دو روزه غذا نخورده و هرچی هم خورده بالا آورده و کلان هم نه آب خیلی دوست داره بخوره نه غذا. کلان این خیلی تیپیک بی اشتها بود.
حالا بچه درسته این بچه شما تیپیک بوده، ولی اینو دقت کنید، ممکنه خیلی ما بی اشتهایی رو تیپیک نبینیم و حتی کتاب ما می نویسه که ممکنه بچه‌ای که با آپاندیسیت میان حتی گشنه باشن، بیشتر بی اشتهایشون به خاطر همون عدم تحمل پیوی که هست که دارن. حالا خیلی از اوقات ممکنه تهوع رو توی بچه ما متوجه نشیم که حالت تهوع داره، یعنی بی اشتهایش بیشتر به خاطر عدم تحمل پیوی و معمولا یعنی گشنن و حالا بعدشون نمیاد که بخورن، ولی تحملش رو نداره. خب در خصوص پس همه اینا امتیاز یک میگیره. البته ما حالا چیزی که تو کتابمون هستش پیدیاتریک اپندیسایتیس اسکور یا PAS پیدیاتریک اپندیسایتیس اسکور که در واقع آیتماش تقریبا همینه. حالا من نمیدونم این آلبرادویی که نوشتی همین پیدیاتریک اپندیسایتیس اسکور یا اینو دقیقا آلبرادو بوده در آوردی. استاد آلبرادو بود که گفتش که بیشتر از 4 هم تشخیص آپاندیسیت مطرح میشه. حالا دقیق نمیدونم که برای اطفال متفاوت هست یا خیر. آره آیتما رو نگاه میکنم همینه، چون حالا آلبرادوم هر چند سال یه بار تغییر میکنه، آخرین ورژنش رو احتمالاً آوردین دقیقاً این همین پیدیاتریک اپندیسایتیس اسکور کتاب ماست. خب پس یکی اشتهایی رو گفتیم، بی اشتهایی رو گفتیم، تب رو گفتیم، بحث تب و استفراغ هم دقیقاً همین هستش که یک امتیاز میگیره. بعد یکی هم همین در واقع بحث ریباند تندرنس، حالا ریباند تندرنس رو به صورت حالا کاف ساین ما ممکنه بفهمیم. اسم دیگه شو میدونین چیه؟ تندرنس که به دنبال سرفه اتفاق میفته. صدا ما در این آیده تو؟ بله استاد، من فکر کنم یادم نمیاد. یا کاف ساین بهش میگن یا چیزی که کتاب ما آورده دانفی ساینه. دانفی ساین D-U-N-P-H-I که حالا به دنبال سرفه ما ممکنه اون درد رو داشته باشیم و کلن کتابمون توصیه میکنه که ما خیلی شدید نریم ریباند چک کنیم، یعنی فشاری بدیم و بعد ناگهان ول کنیم، ممکنه حتی ریسک پریتونیت رو ببره بالا. بهتره که از پرکاشن یا دق استفاده کنیم برای چک ریباند و حالا اون حرکت ناگهانی رو خیلی انجام ندیم. بعد دیگه از ساین هایی که داریم حالا همون لیله کردن هستش که شما گفتیم میتونه در واقع نشون دهنده حالا در واقع ریباند تندرنس باشه. علاوه بر اون بحث تندرنس رایت لور کوادرانت که 2 امتیاز میگیره و مهاجرت درد رو خیلی کتاب ما هم در واقع چیز ندونسته، سیگنیفیکانت ندونسته. معمولا درد آپاندیسیتی با یه درد خیلی مبهمی شروع میشه اطراف نافه و حالا کم کم تا یه 24 تا 48 ساعت میتونه خیلی لوکالیزه و شدید بشه و در واقع تبع استفراغ هم بهش اضافه بشه. که حالا مهاجرت درد یک گرفته، معیارهای آزمایشگاه هم که گفتیم واید بیسی بالای 10,000 و پی ام ان بالای 7500 هستش. در خصوص علامتهای دیگهی که توی فیزیکال اگزامینیشن بیماری آپاندیسیت ممکنه ببینیم اطلاعی داریم؟ یه علامتی هستش که شما در واقع لفت لوئر کوادرانت رو من راه نمایش میکنم لمس میکنیم بعد رایت لوئر کوادرانت بچه درد میگیره. کسی میدونه اسمش چیه؟ استاد من اسمش رو یادم نیست ولی انجام دادیم اینم منفی بود. آفرین بچه‌ها. دقیقاً روزینگ ساینه یا ریفر تندرنس در واقع بهش میگم. بسیار عالی. یه ساینای دیگه هم داریم که در واقع برای آپاندیسیت هایی هستش که تو جای طبیعی خودشون قرار نگرفتن. اسمشون رو میدونی؟ خب اوبسراتور ساین آفرین و سواس ساین. حالا کسی توضیح میده بچه اینا چیه؟ کسی یادش هست یا سرچ بکنیم بهم بگیم؟ اینا بچه در واقع برای آپاندیسیت هایی هستن که تو موقعیت طبیعیشون قرار نگرفتن. مثلا سواس ساین برای آپاندیسیت های رتروسکال هستش که در واقع پشت سکوم واقع شده. و حالا چجوری اندازه میگیریم؟ اوبتوراتور هم بگم. اوبتوراتور در واقع مال وقتی هستش که آپاندیسیت همون پلویک هستش. پلویک آپاندیسایتیس داریم، یعنی آپاندیسیت لگنی. خب کسی گفتش؟
آفرین بچه، توی سواساین گفته میشه یا با فلکشن در واقع خود و خود بچه که میاد رانش رو فلکس بکنه، یا اینکه ما پسیو اکستنشن میدیم به در واقع رانش دردش میگیره. بنابراین باید بچه رو در واقع به پشت بخوابونیم، از پشت که میاد پاشو اکستند بکنیم، در واقع رانش رو اکستند بکنیم، درد شدید ایجاد میشه. در مورد اوبتراتور چی؟ اوبتراتور ساین رو چجوری اندازه میگیریم؟ اون هم بچه در واقع درد رایج لور کوادرانت هستش که با خم شدن هیپر راست و در واقع اکسترنال روتیشنش در برابر مقاومت ایجاد میشه. ببخش اینترنال روتیشنش در برابر مقاومت ایجاد میشه. حالا توی اینترنت در واقع اگه ویدیوهاش رو سرچ بکنیم یادتون میاد، چون توی دوران حالا معاینه بالین چون احتمالا داشتیم. خب آقای دکتر ادامه بدیم. خیلی ممنون استاد. ما حالا بعد از مشاوره ای که براش انجام دادیم، جراح اومدن بردنش OR، براش آپندکتومی انجام دادن و حالا آپاندیسیت مطرح بود براش و بعد دیگه آپاندیسیتش هم فرستادن برای پاتولوژی و بعد حالا پیگیری جواب پاتولوژیش رو انجام بده مریض. بسیار. بچه یه چیز دیگه هم تو معاینه یادم رفت بگم، توی لمس هم حتما دقت کنیم، ممکن توی لمس یه توده سفتی به دستتون بخوره، اون چی هستش آقای دکتر؟ حالت انسداد یعنی استاد؟ نه، یه توده به دستتون یه توده سفت میخوره. آفرین، فلگمون. یعنی در واقع یه مس التهابی ممکنه ایجاد بشه. نه، آدنیتمزانت که حالا در خصوص خود آپاندیسیت میگه. فلگمون ممکنه در واقع یه مس التهابی باشه، یا حالا آبسه رو معمولا به دستمون دیگه نمیخوره. آبسه بیشتر ناشی از در واقع تجمع مایع، ولی اگه اون مس به دستمون بخوره بیشتر میتونه نشون دهنده یک مس التهابی باشه. خب اسلایداتون تموم شد؟ بله استاد. خب یه سوال دیگه هم که داشتم در خصوص معیارهایی که گفتیم برای حالا پیدیاتریک اپندیسایتیس اسکور، ما اینا رو اندازه گرفتیم، همشون یک بودن، عدد دو فقط برای تندرنس و ریباند تندرنس بود، درسته؟ این دوتا کلن مجموعش هم 10 امتیاز بود. حالا گفتی که بیشتر از 4 در واقع مشکوکیم به آپاندیسیت، درسته؟ بله استاد، من از جراح پرسیدم، گفتش که برای بچه ها رو ما از 4 به بالا شک میکنیم، ولی حالا من توی بزرگسالان یادمه 4 زیر 4 رو کلا آپاندیسیت خیلی فکر نمی‌کردیم، 4 تا 6 رو ابزرو می‌کردیم، بالای 6 رو می‌بردیم اوار. درسته. حالا چیزی که بچه‌ها کتاب ما آورده، کمتر مساوی 4 رو احتمالش رو کم در نظر گرفته، بزرگتر مساوی 8 رو هایلی ساجستیو گرفته، بین 4 تا 7 رو گفته که در واقع یافتا این کانکلوسیوه. بنابراین کمتر مساوی 4، بزرگتر مساوی 8، بین 4 تا 7. بین 4 تا 7 که یافتا این کانکلوزیوه، یعنی خیلی نمیتونیم تصمیم بگیم که آیا آپاندیسیت هست یا نه. ممکنه حالا به یه آپشنای فکر کنیم. مثلا چه چیزایی دیدین حتما تو اورژانس مرکز طبی؟ جراح وقتی که شک داره میاد چی درخواست میده بچه‌ها؟ استاد معمولا سیتی درخواست میدن. بله. دقیقاً همینطوره، ممکنه که نیازمند سیتی باشه. حالا سیتی رو دو حالت کتاب ما مینویسه که در واقع نیازه، یکی وقتی که همینجوری اسکورمون بین 4 تا 7 نمیتونیم تصمیم بگیریم که بالاخره آپاندیسیت یا نه ببریم اتاق عمل، یکی وقتی که تو سونوگرافی آپاندیس مشخص نمیشه و در واقع ما باز یه گوشه چشمی داریم به بحث آپاندیسیت، بهتره که سیتی رو انجام بدیم. ولی کلا قبلا خیلی سیتی استفاده میشد، یعنی تو همین مثلا 2-3 سال اخیر خیلی کمتر شده، تو زمان رزیدنتی ما خیلی بیشتر استفاده میشد، بعدن دیدن که به خاطر خطر اشعه و اینکه حالا خیلی نمیتونه در واقع توی پروگنوز ما تأثیری داشته باشه، خیلی حالا سیتی رو در واقع توصیه نمیکنن. قبلا توصیه میکردن به سیتی زودرس که در واقع زودتر ما آپاندیسیت پرفوره رو تشخیص بدیم، جلوگیری بکنیم از پرفوره شدنش، ولی بعدا در واقع بیشتر رفتن روی درمان آنتیبیوتیکی، دیدن اگه درمان آنتیبیوتیک وسیع و طیف انجام بدیم، حتی ممکنه با کارهایی مثل درناژ پرکوتانه یا حتی لاپاروسکوپی که حالا امروز چویس آپاندکتومی هستش، میتونیم در واقع پروگنوز رو بهتر بکنیم و حالا لازم نیستش که هر مریضی که شک داشتیم رو خیلی سیتی انجام بدیمش. خب صدای بنده رو داریم؟ بله استاد. خب
پس سی تی بستش بچه به خاطر خطر اشعه یه مقدار کلن کمتر شده. حالا در خصوص اینکه چند درصد آپاندیسیت توی بچه ها ممکنه پرفوره بشه اطلاعی داریم؟ بچه ها چیزی میدونن؟ حدس میزنم صد 90 درصد اگه اشتباه جان من یه عدد 90 یادم 90 درصد اگر که عمل نشه درسته 40 درصد آپاندیسیت ها میرن در واقع به سمت پرفوریشن که عدد بالایی تو اطفال و حالا کلن هم گفته شده که آپاندیسیت هایی که میرن برای آپندکتومی توی بچه ها ممکنه 10 تا 20 درصد منفی بشن. بحث سونوگرافی رو خیلی دیگه کتاب ما روش مانوب داده گفته واقعا حساسیت اختصاصیت بالای 90 درصد داره و اگه در واقع سونولوژیست حرفه‌ای باشه میتونه توی تشخیص آپاندیسیت به ما خیلی کمک کنه. درمان استاندارد هم که خب خودتون میدونین آپاندکتومی هستش ولی خب امروز خیلی روی بحث آنتیبیوتیکای وسیوتیف و بحث لاپاراسکوپیک آپندکتومی و حتی درناژ پوستی روش دارن مانوف میدن. گفته شده که حالا هم توی سیمپل آپاندیسیتیس هم آپاندیسیتی که در واقع کامپلیکه شده یعنی بچه دچار فلگما شده یا پرفوره شده پریتونیت شده میتونیم در واقع از همین روش‌ها استفاده کنیم. چویس رو در واقع لاپاراسکوپی گذاشته به شرط اینکه در واقع یه لاپاراتومی استندبای هم مد نظرمون باشه. اگه در واقع عملمون دشوار شد یا هر گونه در واقع عدم موفقیتی وجود داشت بریم از روی لاپاراسکوپی روی لاپاراتومی. چیزی که حالا کتاب ما در خصوص درصد شیوع آپاندیسیت گفته حالا عددش رو لازم نیست حفظ باشیم ولی برای اینکه یه تخمینی تو ذهنتون بیاد 0 تا 4 سال حدوداً از هر 10,000 تا بچه 1 تا 2 تا ممکن آپاندیسیت بگیره ولی بالای 14 سال 19 تا 28 تا توی هر 10,000 تا هستش. بنابراین این تشخیص توی زیر 5 سال نادره، تقریبا کمتر از 5 درصده. زیر 3 سال هم کمتر از 1 درصده. ولی خب در واقع میسدایگنوزیزش خیلی بعد تو سنین پایی مثلا زیر همین 3 سال زیر 2 سال برای ما زیاد هستشون خیلی از اوقات در واقع این آپاندیسیت با سپسیس و تشخیص‌های دیگه اشتباه میشه. گفته شده از دلدردهایی که در واقع به کلینیک اطفال مراجعه میکنن 1-8 درصدشون ممکن آپاندیسیت باشن و کلا توی اطفال آپاندیسیت توی 7-9 درصدی داره ولی گفتم چه بچه‌هایی که در واقع سن بالاتری دارن آپاندیسیت خب شایع‌تره و پیکش هم توی 10 تا 18 سال هستش. توی اینفنت خیلی باید دقت کنیم که بچه کوچولو با سپسیس اشتباه ممکنه بشه و اگه توش تأخیری در واقع اتفاق بیفته میتونه در واقع باعث بشه که آپاندیسیت ما وارد استیج‌های خطرناک‌تر بشه. معمولا آپاندیسیت‌های ما پرایمری ان ولی میتونه بچه ثانویه به هیرشبرون، به سی اف، به هرنیه اینگوینال و حالا یه سری چیزایی مثل پرمچوریتی و حالا مکونیوم پلاک سیندروم آپاندیسیت اتفاق بیفته. تو پسرها هم چه که بیشتر میبینیم بیشتر دیده میشه تو نژاد سفید و هیسپانیک خب بیشتر از نژاد در واقع آفریقای آمریکایی و نژاد آسیایی هستش ولی گفته شده حالا پرفوریشن تو نژاد آسیایی و هیسپانیک بیشتر دیده میشه. به لحاظ ماه شیوعش هم بین جولای تا سپتامبر هستش که پیک در واقع آپاندیسیت هستش و حالا گفته میشه کلا نواحی شمالی در واقع جهان و غربی جهان بیشتر از نواحی مید اتلانتیک و حالا نواحی میانی شیوع داره که حالا بیشتر مسائل سوشیو اکونومیک و بحث دسترسی به مسائل به پزشک و این داستانا رو براش مطرح کردم. مورتالیتیش کمتر از 1 درصده ولی موربیدیتی میتونه بالا باشه توی بچه‌ها حتی تا 40 درصد گفتیم ما ممکنه پرفوریشن رو داشته باشیم و زیر 3 سال که آیدتو فکر کنم این عدد یادتون بود زیر 3 سال ممکنه حتی تا 90 درصد پرفوریشن رو ما داشته باشیم ولی در مجموع عددی که کلا توی اطفال گفته 40 درصد هست. یه لحظه بچه یه لحظه ببخشید من کتاب خونم یه صدای مزاحم میاد. خب در خصوص اینکه حالا آپاندیسیت هایی که در واقع کامپلیکه میشن و دچار پرفوریشن میشن چه عوارضی در واقع توشون بیشتره، اینا ممکنه ریادمیشن براشون اتفاق بیفته، دوباره مجبور بشیم بستریشون بکنیم، ممکنه آبسه های پست آپریشن داشته باشن یعنی آبسه تشکیل بشه به دنبال عملشون، ممکنه در واقع اون سایت عملشون در واقع سرجیکال سایت اینفکشن پیدا کنه و سایت عمل عملشون در واقع مشکل پیدا کنه، ممکنه طول مدت در واقع بستریشون زیاد باشه، ممکنه نیازمند گرفتن آنتی‌بیوتیک زیاد باشن و ممکنه کلا استفاده از سی تی بعد از عمل هم توشون نیاز بشه و اینکه
در واقع یه مقداری تأخیر توی بازگشت بچه به کار و فعالیت نرمال زندگیش اتفاق بیفته. بنابراین پرفورشن میتونه موربیدیتی های در واقع زیادی رو به هم بزنه. در خصوص اینکه علائم کلینیکی بیماری چیه، بچه زیر 50% موارد این علائم تیپیک رو میبینیم. معمولا علائم آپاندیسیت بستگی به زمان تظاهرش داره، سن بچه داره و اینکه در واقع لوکیشن آپاندیسیت دقیقا کجا واقع شده. خب میدونی که اگه آپاندیسیت پرفوره بشه و پریتونیت بده میتونه یه ایلنس خیلی شدید، یه بیماری شدید ایجاد بشه، علائم انسدادی ایجاد بشه، حتی ممکنه در واقع مریضمون بره توی سپتیک شاک، رینال فیلر و در واقع نارسایی کلیوی پیدا کنه. معمولا 12 ساعت اول آپاندیسیت یه ملیزی داره بچه، یه احساس مریضی داره و به صورت در واقع ناگهانی بیماری شروع میشه و تا 2-3 روز هم به اوج میرسه و درد شکمش پیشرفت میکنه. ما ممکنه خب تب و تاکیکاردی و اندازه وامیتینگ رو داشته باشیم. پرفورشن معمولا بعد از 48 ساعت از شروع علائم بچه اتفاق میفته. بنابراین 1-3 روز اول ما یه زمان حیاتی داریم که در واقع آپاندیسیت رو تشخیص بدیم. خیلی از اوقات هم گفتیم توی اطفال با توجه به درصد شیوع پرفورشن که بالاتر هست و کلن که ما یه مقدار تشخیصمون با توجه به معاینات بچه ها سخت‌تر هستش، خیلی از اوقات موقع پریزنتیشن اصلا آپاندیسیت ما متاسفانه پرفوره شده. معمولا درد شکم اولیه ساعت‌های در واقع اولیه بعد از شروع بیماری ایجاد میشه و در واقع بعد از اون ملیزه اتفاق میفته. معمولا بچه لوکالیزه است و تیر کشنده نیستش اولش، در واقع ماهیت مبهم داره و چون که حالا آپاندیس همون فیبرهای درد سوماتیک نداره خیلی تیر کشنده نیستش، ولی بعدن در واقع با توجه به التهابی که توی اون پریتوان احشایی کنار آپاندیس اتفاق میفته درد به رایت لور کوادرانت منتقل میشه و دیگه اینجا در واقع با حرکت هم بچه درد پیدا میکنه. اون اوائلش ممکنه اصلا درد کاملا میگم مبهم باشه، به فعالیت و پوزیشن هم ارتباطی نداشته باشه، موقعی که دور نافه و بیشتر دردها ماهیت کولیکی دارن، ولی بعد از اینکه منتقل میشه به رایت لور کوادرانت معمولا خیلی شدید میشه، با حرکت بدتر میشه. بچه ذکر میکنه معمولا وقتی میاد اورژانس توی مثلا ماشین خیلی اذیت بوده و خیلی با احتیاط در واقع حرکت میکنه روی تخت و معمولا هم دوست داره که حالا به سمت راست دراز بکشه. ما ممکنه بچه تبع استفراغ رو بیشتر از 50% موارد آپاندیسیت ببینیم. معمولا بعد از درد شکم شروع میشه. یه در واقع افتراقی که میتونیم بدیم از گاسترواینترایتیس همین بحث هستش. یعنی بچه ما تو آپاندیسیت اول درد شکم میگیره بعد دچار نازیا وامیتینگ میشه. ولی توی در واقع بحث گاسترواینترایتیس معمولا حالا اول وقتی معده درگیر میشه ممکنه اون استفراغ ها رو داشته باشیم. بعد دیگه میره سراغ در واقع درد شکم و بحث اسهال و حالا بحث درگیری روده ها. ولی تو آپاندیسیت اول درد شکم بروز میکنه. بی اشتهایی هم که گفتم ممکنه داشته باشن، ولی معمولا بچه آپاندیسیت گشنه هستن. اسهال و علائم ادراری رو دقت کنید که ممکنه همراه آپاندیسیت ببینید. به خاطر اون مجاورتی که در واقع آپاندیس با رکتوم و مثانه داره ما ممکنه که هم دایریا ببینیم هم علائم ادراری ببینیم. با توجه به همین داستان ما ممکنه توی استول اگزمشون وایت بی سی ببینیم، توی یو ای شون پیوری استریل ببینیم. بنابراین پیوری استریل وجود در واقع وایت بی سی بدون باکتری از تشخیص افتراقی های در واقع از علل همین آپاندیسیت هستش. حتی ما ممکنه دفع دردناک ادرار رو داشته باشیم در حالی که دیزوری نداریم، فقط به خاطر فشاری که در واقع به پریتوئن اون ملتهب وارد شده باشه. بعد کلن هم بچه های آپاندیسیتی میرن به سمت ایلئوس، معمولا کانستیپیت میشن و ممکنه حالا یه سری میسدایگنوزیس در همین کانستیپیشنشون اتفاق بیفته. کلن هم خب عفونت های رودهی میتونن از علل آپاندیسیت باشن، به خاطر همین اسهال رو ما ممکنه هم رو آپاندیسیت ببینیم. دیگه حالا چیزی که میخواستم بگم تفاوت ماهیت دردش هم معمولا بعد از اینکه حالا انتشار پیدا میکنه به رایت لور کوادرانت دیگه دردمون مداوم میشه، کانستنت میشه. ولی خب توی گاسترونتریت وایرال علائم معمولا واکسندین هستش دیگه، یعنی اینجوری نیستش که دائما بچه درد کلیکی و درد داشته باشه. و اینکه خب آپاندیسیت سیرش هی بدتر میشه. پس اگه بخواید تفاوتش رو با گاسترونتریت بگین، یکی بحث این هستش که اول درد شکم داریم تو آپاندیسیت، بعد نازیا وامیتینگ، بعد سیر بچه هی به تدریج بدتر میشه، دردش در واقع کانستنت هستش و اینکه تبامش معمولا گفتم لو گرید مگر اینکه در واقع پرفوره بشه. معمولا هم گفتم که بین 24 تا 48 ساعت دردمون لوکالیزه میشه و در صورتی که در واقع تشخیصمون رو بعد از 48 ساعت بدیم، خب با درصد زیادی بودن 65% ممکنه پرفوریشن رو داشته باشه.
دیگه حالا چیزایی که مهم بود و می‌خواستم خدمتتون بگم این هستش. یکم حالا بحث سی تی و یه سری چالش‌های تشخیصی هستش که خیلی دیگه فکر کنم به دردتون نخوره. شما همون در واقع معیارها رو بلد باشین که اگه بزرگتر مساوی 8 بود، هایلی ساجستیو هست و بدون حتی هیچ سونوگرافی ما میتونیم بچه رو برای آپندکتومی ببریم. از اون ور بین 4 تا 7 رو ما ممکنه در واقع نیازمند این باشیم که مشاوره جراحی بدیم برای اینکه بخواد حالا یا سونوگرافی تکرار بشه یا آنتی بیوتیک گذاشته بشه، سی تی بشه و حالا مسائل این چنینی. بحث کووید 19 رو هم حتما مد نظر داشته باشین چون همراهیش با حالا هم پانکراتیت هم آپاندیسیت دیده شده. اگه بچه ما در واقع علائم مشکوکی داشت یا تماس با ایندکس کیس مثبت داشت، بهتره که در واقع ما چیز رو انجام بدیم، اون تست حالا پی سی آر رو انجام بدیم. یه چیزی هم که الان خواستم بگم تا یادم نره، بحث لنفادنت مزان چند بچه دقت کنید. لنفادنت مزان در شدی که بالای 5 میلی متر باشن و برای بچه درد شکم تبا استفراغ عدم تعمل پیو ایجاد کرده باشن، اینا میتونن بچه شروع آپاندیسیت باشن. بنابراین مخصوصا اگه تو ناحیه رایت لوئر کوادرانت هست و بچه علائم داره، بهتر زیر نظرش بگیریم، مشاوره جراحی بدیم، چون اینا خیلی هاشون ممکنه بعداً در واقع با آپاندیسیت بیان. خیلی هاشون هم ممکنه حالا سلف لیمیتینگ باشه، محدود شمنده باشه و به دنبال یه عفونت حالا وایرالی چیزی باشه و خودش رفت باشه. من صحبت دیگه ندارم، اگه دوستان سوالی ندارن. صدای منو داریم بچه ها؟ بله استاد، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه. سلامت باشه. یه چیز دیگه هم که در خصوص فقط آزمایشات، خب آزمایشات رو گفتیم دیگه بچه، لوکوسیتوز و اینا رو معمولا لوکوسیتوز همون بالای 10,000 خب، ولی ما ممکنه بالای در واقع 20,000 توی لوکوسیت های توی آپاندیسیت های پرفوره هم داشته باشیم. پس اگه بالای 20,000 بود به پرفوره شک بکنیم و در صورتی که کمتر از 8,000 باشه وایت بی سیمون و در واقع خیلی بچه‌مون علائم اختصاصی نشته باشه، تقریبا میتونیم به آپاندیسیت فکر نکنیم. بنابراین باید یه لوکوسیتوز خفیفی رو حداقل داشته باشیم. بحث سی آر پی اس آر هم معمولا ما آزمایشاتی که میگیریم از بچه‌ها نرماله. اگه سی آر پی بالا باشه میتونه نشون دهنده آپاندیسیت پرفوره باشه. پس حواستون باشه اگه الان این بچه سی آر پی اس آرش خوب بود و آپاندیسیت پرفوره هم نبود، اگه سی آر پی بالا باشه میتونه قویا مطرح کننده بحث پرفوریشن باشه. بحث حالا پیوری توی ادرار رو هم خدمتتون گفتم. خب ظاهرا دوستان هم سوالی ندارن. انشالله که همگی موفق باشین، خسته نباشین، روز خوبی داشته باشین. از شما ممنونم آقای دکتر. ممنون از شما همچنین استاد. سلامت باشین، خدا حافظ.